با این موضوع انتخابی که در خدمت شما عزیزان هستیم تا پایان برنامه رو همراهی بکنید. مسئله واکسین کردن نوزادان یکی از مسائلی است که از قدیم الایام وجود داشته و یک سری تغییراتی در وجود نوزادان بعد از واکسین در واقع اتفاق میفته. میخوایم در مورد صحبت بکنیم خود واکسین چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. شما والدین عزیز با چقدر متوجه مراحل و اینکه به موقع مسئله واکسیناسیون اتفاق بیفته باشیم و اگر توجه کافی نداشته باشیم به این مسائل ممکن است چه مشکلاتی را به بار بیاره. در خدمت دکتر صاحب نیازی هستیم و ان شاء الله در این خصوص از صحبت های ایشان استفاده میکنیم. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. من هم بنابی خود عرض سلام دارم به شما و همچنان برای بینندگان برنامه زیبای شما. امیدوارم که جور و سعادتمند باشه. در خدمت هستم. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم دکتر صاحب، خوشحال هستیم که باز هم شما رو در برنامه با خود ما داریم. جناب دکتر صاحب نیازی، در خصوص واکسین هایی که توسعه شده برای نوزادان صحبت بکنید، چه واکسین هایی را باید ما برای نوزادان تطبیق بکنیم؟ در هر مملکت، خصوصا اگر بگیم که مملکت های پیشرفته دنیا مثل ایالات متحده آمریکا و اروپا و هر جای امراض به خصوص خود دارن، اپیدمیولوژی به خصوص خود دارن و پروگرام های به خصوص واکسیناسیون خود دارن. در این رابطه وزارت صحت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان هم از خود پروگرام خاص داره، یعنی یک تقسیم اوقات، یک اسکیجول داره در قسمت واکسیناسیون اطفال که او به شکل ملی تطبیق میشه. بله. به شکل بدون بسیار گپ خوبی که است که با کمک منابع بین المللی از جمله WHO و دیگر سازمان های صحی واکسین رایگان است. یعنی به یک کسی پول نمی پردازه، هزینه لازم نداره. بالکل به خاطر این دنیا مهیا ساخته، جهان را مهیا ساخته، فرام ساخته به شکل کمک، خصوصا به مملکت هایی که در اونجا از نظر اقتصادی مثل افغانستان ضعیفتر هستن به شکل رایگان است. و در قسمت تقسیم اوقاتش که با سرزو هم گپ میزنیم که تقسیم اوقات به خصوص خود داره که در کدام مرحله سنی کدام واکسین ها باید تطبیق شوه و این یک به شکل یک پروسی ملی است و این وظیفه هر والدین تمام اعضای فامیل افغانستان است، از مردم است، مسئولیتشان است که اطفال خود به وقت معین مشخصش با دنا واکسین کنند. بیننده برنامه روی خط زندگی هستین و تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین. از صحبت های دکتر صاحب نیازی استفاده میکنیم در خصوص پروسه یا مراحل واکسیناسیون. دکتر صاحب نیازی، در مورد اهمیت و خود چیزی واکسین صحبت کردیم. از زمانی که یک نوزاد تولد میشه تا مرحله چند ماهگی باید این ترتیب واکسین در واقع تطبیق شه و ما محافظت بکنیم از این بحث واکسین کردن نوزادان؟ بسیار خوب، در تاریخ قبل نگفتم در مملکت های مختلف تقسیم اوقات مختلف برای واکسیناسیون موجود است و افغانستان هم و پروگرام را که تقسیم اوقات را که وزارت محترم صحت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان او را تطبیق میکنه و در برگیرنده 6 دوره است در مجموع. بله. که در این 6 دوره، دوره اولش واکسینی است که در بم روزی که طفل تولد میشه باید واکسین شود، که در ما از جمله واکسین BCG که به خاطر توبرکلوز است، قایت توبرکلوز است و دوز صفری واکسین وایرس فلج یا پولیو است و همچنان دوز اول و وایرس هپاتایتس بی است واکسینه که بر ضد از اینا است. این دوز صفری یا دوز مرحله اولی که طفل نو به دنیا میه. بله. و یک چیزی که در اینجا میخوام ذکر کنم که به یک موضوعی که بین دکتر صاحبای متخصص داخلی اطفال در دنیا و سازمان هایی که مثلا در ایالات متحده آمریکا CDC است که اونا گایدلاین ها هستن، راهنمودهای واکسیناسیون جور میکنن، بین از اختلاف موجود است در قسمت
تطبیق واکسین برای اطفال نوزاد که قبل از وقت هستند یا وزنشان از 2 کیلو کمتر می باشند. دیگه می خواهم یک اندازه معلومات بتون ببینیم دای عزیز که چون یک موضوع است که تا نوز هم باید دکتر سباوی محسساتی که در قسمت اونا گلانا را هنم را جور میکنن بعض اختلافات موجود است. مثلا طفلی که کمتر از وقتی که میاده که پورا نکرده پیش از وقت تولد شده که به اصطلاح طبی ما را اطفال پریمچور میگیم، یعنی اطفالی که قبل از 9 ماه تولد میشن یا به اساس هفته های که ضرورت دارن طفلا قبل از هفته 37 اطفالات متولد میشن و وزنشان از 2 کیلو کمتر میباشن، آیا او طفلا هم واکسین شوند نشوند؟ گفتم که این اختلاف موجود است که در مجموع گفتم میشه که صرف نظر از اینکه اونا قبل از وقت هستن یا وزنشان کمتر است، این طفلا باید واکسین شوند. یعنی به مجرد که متولد میشه صرف نظر از اینکه سن دوران حاملگیشان چقدر بوده نبوده باید اینا واکسین شوند. و در حالی که بعض دکتر صاحبا مثلا وضعیت طفلا رو دیده، اگه طفلا از نظر صحی وضعیت صحیشان زیاد خوب نباشه، اونا باز واکسین تاخیر میکنن و برای طفلا تا که یک چند هفته بگذره باز واکسین صفری رو میگیرن. که گفتم دهی بعضن اختلاف موجود است و در مجموع گفتم میشه که آله مهم نیست باید طفلا هم واکسین شوند. یعنی حتی اگر طفلایی که مصاب باشه به کرونا ویروس یا مریضی دو. خب او بحث علایده است، او را باز سرش میام گپ میزنیم فعلا موضوع یعنی اگر وضعیت صحی مناسب داشته باشن هم به مجرد بله. متولد یعنی شدن باید واکسین شوند. سن حاملگیشان که بوده که قبل از وقت پیدا شدن قابل مطرح نیست. در قسمت خب گفتیم که این واکسینی که دست باز واکسین بعدی که دور دوم است در 6 هفتگی که حدود 45 روز یا 1 ماه میشه، به او هم یک واکسین اول پولیو هم تطبیق میشه و همراه از او واکسین های دیگه هم دهی از طرف وزارت سلامتی افغانستان که یک واکسین است که یک 5 بسته است به نام پنتا. پنتا از 5 گرفته شده، کلمه لاتین از 5 میگه که 5 واکسین دارم یک دوز داده میشه که دو 5 واکسین واکسین است که به خاطر زردیسیا برای دفتریا یک مریضی است و تیتانوس یک مریضی ویروسی در اطفال است و سیاسرفه و انفلوئنزا. این 5 در یک دوز و ایره به نام پنتا میگن. اگر بر فامیلا شاید سوال باشه که پنتا چی مانه، پنتا از 5 به معنی 5 است که این 5 واکسین در یک دوز داده میشه باشن در 45 روزگی یا در 6 هفتگی ای افزود میشه و همچنان دوز پولیو خود و همچنان در این 6 هفتگی برالاوی از اینا واکسین دیگه که افزود میشه واکسین سینا بغلی است که به نام نموکوکل واکسین گفته میشه یا مختصراً پی سی وی میگن، پی سی وی 1 از 0 آمدیم به 1. به تعقیب از این دور سوم واکسین است که این مرحله است که طفل در اینجا 10 هفته میباشند حدود 2.5 ماه که اونمو پنتای 1 به 2 این دفعه شماره 2 را بر خود میگیره. همون چند واکسینه که گفتم همون واکسین قبلی دوباره تصویب بله دو میشه چون 0 بود 1 2 مرحله سیم هستیم و به علاوه واکسین پولیو 2 و در پولیو از او واکسین به خاطر سینا بغلی 2 دور چهارم واکسیناسیون که از دستن 16 هفتگی میشه که حدود 4 ماه در 4 ماهگی در اینجا اونمو واکسینا چیز دیگه افزود نمیشه، صرف شمارا تغییر میکنن. واکسین هایی که گفتم پنتای 4 میشه شمارش فرق میکنه بله و پولیو هم 4 میشه. های پولیو که هست از طریق فمی هست به اساس قطره است که به طفلا میتن. خب باز سر ازی هم در دیگه دنیا بعضی اختلافات موجود است که حالا در ایالات متحده امریکا از نوع واکسینی که به خاطر پولیو استفاده میکنن او را به شکل این اکتیویت یا به شکل غیر فعالش میتن، به شکل
که خطر از این نباشه که طفلا مصاب ویروس پولیو شن، چون گفتم میشه که شاید در 6 میلیون یا به یک طفل اگر از طریق فهمیده داشته مصاب پولیو شن، اونا همون خطر هم اونا برطرف ساختن. و دیگه واکسین سیاسرفه است به شکل در اروپا و ایالات متحده امریکا از شکل اسلولار یا قسمی که یک میکروب کشته شده است. در اینجا که ما استفاده میکنیم میکروب غیر فعال است، از زنده است ولی فعالیتش کم شده، ولی اونا به شکل غیر فعالش کشته شده از او استفاده میکنن، که اون هم خطر از ایره که اگر طفلا از این خاطر بعض طفلا دوباره معوف شوند از خاطر واکسین، او خطر هم از بین برد. باز دور پنجم واکسین که در حدود نوماگیز در افغانستان که در او باز واکسین اولین دوز واکسین سرخکان در اینجا داده میشه و در پالیزو باز دور آخر واکسین که دور ششم است که افغانستان با دوز دوم واکسین سرخکان یا میزلز به اطفال تطبیق میشه. یعنی در مجموع 6 دور است با مراحل مختلف. بله. و زمان اینجا خیلی مهم است، فکرم در 6 هفتگی و 10 هفتگی حتما باید مراعات شد. ما بعضن نمیتونیم بعد واکسینایی که گفتم از دوره صفر میکنیم وقتی که در 6 هفته از 6 هفته از یعنی کمترین وقتی که ما وقفه میتیم 6 هفته است. از او پیشتر رفته نمیتونیم، زود پیش آمده نمیتونیم، این وقفه لازمی است که اصلا باید مد نظر گرفته. بله بله، وقت بسیار مهم است، زمان بسیار ارزش خود داره و به اساس امی زمان تعیین شده واکسین تطبیق میشه. بسیار خب، فعلا فکر کنم یک سری کارت ها هست که داده میشه به خانواده. بله بله، که در واقع میتونن خیلی دقیق تاریخش رو ثبت بکنن. اگر خوب میشد، اگر ما میشتگ نمونه از او کارت احساس میکنم شاید بیشتر والدین داشته باشن. اکثرا میشه که خودشان چه خوب میشد که خودشان مادرای عزیز اگر فامیلا همون کارت حالا پیش شاد میبود زمانی که ما میگفتم برشان بسار واضح میشه، یک مرور میشد برشان. خیلی خب، میتونن برنامه ما شما تکرار هم میشه و روز چند بیر بعد از اون کارت ها را بگیرن و این سوال ها شد انشاءالله هم شد میشه. منظور این بود که یعنی تاریخ ها در اون کارت درج میشن، پس میشه که در مائد معینش باید برن. همش هست، همش چیزی را که من گفتم از روی امون کارت هست. در خصوص شرایط خود تطبیق صحبت میکنیم، یک کودک چه زمانی در واقع آماده هست برای تطبیق واکسین؟ آمادگی خاص ندارم، وقت مهم است. بعضا بسیار در واقعی بسیار استثنایی که ما در اون مراحل در اون وقت نمیتونیم به یک طفل واکسین، چون امون خطر فایده و ضررش امون را بیلانس شد میبینیم که چقدر فایده است و چقدر ضرر میرسانه. بعضی که بیلانس سنجیده شد او بسیار مواقع استثنایی است که هیچ بسیار مواقع استثنایی کلینیکی است که ما در او حالات باید به اطفال نمیتونیم واکسین بدهیم. مثلا اطفال هستند که بسیار امراض شدید میکروبی دارند، در وضعیت عمومیشان خوب نیست، طفلا با اکسیژن زیاد ضرورت دارند، حالت تنفسیشان خوب نیست. بله. و تبای بسیار شدید میکنند، مثلا بیشتر از 39-40 درجه تب داشته باشند. بله. و او تصمیم دکتر متخصص و نوزاد یا متفل او تصمیم مربوط از او دکتر است. این در کل اگر وضعیت صحیح مشکل داشته باشه با تشخیص دکتر سر. و بعض حالات های دیگه است، مثلا اطفالی که از نظر سیستم ایمنی معافیتی ضعیف هستند، با او اطفال ما نمیتونیم بعضی واکسین هایی که شکل زنده میکروب است، باید واکسین ها رو ما از جمع واکسین هایی که داده میشن باید او را اوست کنیم، باید از او را که ما حذف کردیم از او واکسین ها، میتونیم واکسین هایی که در او حالت تطبیق شد و با طفل مشکل پیدا نکنه ما میتونیم باید برشان بده. تشکر میکنم شما دکتر سید. خیلی خوب است که تا این لحظه ما رو همراهی میکنین. 020-25-11-506 شماره تماس برنامه است. اگر در خصوص واکسین کردن نوزادان تان سوالاتی دارین در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان گرانقدری داریم دکتر صاحب نیازی و
از صحبت هایشان در خصوص اهمیت واکسن و مراحل و در واقع شرایط واکسن استفاده کردیم. میخوایم در این قسمت در مورد صحبت بکنیم که اگر یک کودکی مصاب به ویروسی باشه و او واکسن تطبیق نشه ممکنه چه پیامدهایی داشته باشه. دکتر صاحب، قبل از میان برنامه اشاره کردین در خصوص شرایط تطبیق، گفتین که باید وضعیت صحی کودک در واقع مثبت باشه از دید یک دکتر صاحب که بتونه واکسن خودش رو تطبیق بکنه. اگر این واکسن تطبیق نشه یا بعد از اینکه او ویروس داخل بدن کودک شد تطبیق بشه، آیا موثریت داره یا نداره؟ ماهیت واکسین طوری که قبلا من گفتم که ماهیتش این است که خود واکسین یک پروتین یا انتیجن یا یک میکروب است که او تضعیف شده کشته شده و به بدن او زرق میشه توسط واکسین و بدن نیاز داره یک زمان را که بتانه در مقابل عملات بعدی از او نوع میکروب آمادگی داشته باشم. خب نیاز به وقت داره، زمان بسیار مهم است در تطبیق واکسین. وقتی که یک ویروس، وقتی که یک میکروب، وقتی که داخل وجود شوه، بله، اگر طفل معاف نباشه، طفل واکسین نشده باشه و قبل از اون میکروب داخلش وجود طفل شوه، مثلا سرخکان، مثلا پولیو، بعد از او واکسین اهمیت خود از دست میده. یعنی کامل بی‌ارزش هست یا یک سری تاثیراتی داره؟ واکسینی که به شکل مصنوعی ساخته میشه و ماهیتش هم بر شما گفتم، بله، او به یک میکانیزم اونجا کار میکنه. بعضن استثناءات موجود است، مثلا در قسمت ویروس ربیز یا سگ دیوانه، مثلا در قسمت تیتانوس یک طفل است یا هر شخص وقتی که یک جای زخم میشه که میکروبی که تیتانوس است او در خاک میباشه و او مصاب میشه، خصوصا با میخ و تبر و یک جرحی باشه که او نفوذ کنه برای دهی دالات، یا سگ دیوانه ما گفتم، یا مارگزیدگی. دهی قسمت واکسین هایی که به شکل پسیف عمل میکنن و اینا برشان واکسین هم که انتیبادی گفته میشه، انتیدود، انتیتوکسین گفته میشه، که اینا هم نوع از انتیبادی هایست یا نوع از امی بسرورت، چون شاید به مجنده یک در اصطلاحات زیاد قابل فهم نباشه، یا نوع یک واکسین است که به شکل فعال نیست. فعال وقتی که میگیم که واکسین وقتی که داخل وجود میشه او در اونجا به شکل فعال وجود را میگیره، به مقابل از بعض تعاملات در وجود صورت میگیره، سیستم معافیت میه، همون سیستم حافظوی، سیستم معافیت که من بر شما گفتم، یا میموری، او عمل میکنه. در اینجا دیگه وقت بر از او نداریم. وقتی یک کسی یک سگ میگزه، یک همون سگ دیوانه یا ربیز، ویروس از او داخل میشه یا تیتانوس یا مارگزیدگی، ما دیگه بر از این وقت نداریم. نیاز است که باید شدید و بسیار سریع عمل شود، که در قسمت بعض مستحضرات یا بعض از انتیبادی های دیگه که سیستم مواد سیستم دفاعی است، او به شکل ترکیبی جور میشه مثل دوا و به آن واحد تطبیق میشه که ای باز بسیار موثریت خود داره، که حتی یک کس از مرگ نجات میده. ولی در قسمت واکسینی که به حساب ما شما به سرشان گپ زدیم و به شکل فعال باید در وجود اونا کار کنند، زمینه سازی کنند، اونا طرز عملشان فرق میکنه. که وقتی که اگر مثلا سرخکان، وقتی که طفل واکسین نشده باشه، سرخکان و ویروسش داخل وجودش شوه و معاف شوه، در اینجا دیگه باید از او اگر تو واکسین سرخکان کنی، چون طرز عملش، میکانیزمش قسمی است که من برای شما تشریح کردم، دیگه او مؤثریت خود نداره. در خصوص مادرایی که در دوران بارداری درد سیاه دارن، بسیار سوال مهم است. در قسمت میخوایم که چون زردی سویا مریضی است که در حدود 400 میلیون انسان در کره خاکی مصاب ساخته و مادرها، متاسفانه که مادرای عزیزم از مستثنا نیستن و هستن بسیار. مادر خود ما در شفاخانه ما، FMIC ما، بسیار مریضا را ما مواجه میشیم. مادرای هستن که اونا زردی سیاه دارن،
حمل دارن، وقتی که طفلشان به دنیا میاد سوالشان همی میباشه که ما چی طفلا را باید واکسین کنیم نکنیم چی کنیم، و این سوال شاید بسیاری بیننده های ما شاید این سوال در ذهنشان باشه، و فامیلشان شاید مصاب زردی سیاه باشه، مادری که حامله است شاید زردی سیاه داشته باشه. مرد اینا پیام مهمی است که در هر حالت یا این طفل قبل از وقت باشه و به هر حالت که باشه در ظرف 12 ساعت بله. وقت بعد از تولد هم واکسین زردی سیاه شبه باید این طفل درست. و هم همون موادی که من گفتم به شکل واکسین میشه انتیبادی که به ضد از این میکروب یا به ضد از این ویروس داخل عمل میشه، یعنی همو انتیبادی و واکسین هر دوش باید در ظرف 12 ساعت اول این تطبیق شود که خدا نخواسته طفل که از مادر که با زردی سیاه تولد میشن و این دو دوا و یک واکسین و او دوا برش تطبیق نشه در 12 ساعت اول 90% دی اطفال تحقیقات نشان داده که داینده مصاب مبتلا به زردی سیاه میشن و برعکس اگر شود 90% از مشکل رایی میاون. بسیار گپ قابل اهمیت است که ما خواهش من از فامیل همی است که به این بسیار توجه جدی کنن و این را بسیار اهمیت بدن این موضوع. انشاءالله که متوجه موضوع باشن. دکتر صاحب در خصوص خود ترتیب مراحل واکسین صحبت کردین، در خصوص اهمیتش هم گفتین. اگر خانواده باشه که نتونن در زمان مشخص شده به واکسین دسترسی داشته باشن، مثلا واکسین 6 هفته ای مثلا بیشتر برای 7 هفته یا 8 هفته یا دیرتر از این، در اینجا وظیفه چی است؟ این واکسین رو تطبیق کنن یا نکنن؟ و اگر تطبیق بکنن آیا اون تأثیری که در اون 6 هفتگی داشته احتمالا داره یا نداره؟ خب واضح است گفتم که وقت بسیار مهم است، وقت زمان معین بسیار مهم است، چون اطفال از نظر معافیت خود چرا طفلا در این مرحله زمانی باید واکسن شوند و وجد یا دلیلی که است یا منطقی که است هی است که اطفال با وقتی که تولد میشن با سیستم های بسیار خام تولد میشن که سیستم ایمنی هم از جمله سیستم های بسیار مهم است، او هم خام است. وقتی که خامی از این مطرح شد ضعیف بود در این مرحله سنی بسیار زود اطفال مصاب امراض مثل سینا بغل، سرخکان و فلج اطفال که اینا میتونن اطفال را به بسیار آسانی مصاب بسازن و دلیل شامنی همی است که اینا از نظر معافیتی ضعیف میباشن و خدا نخواسته وقتی که این واکسین به وقت نمیشه میتونه که اینمی میکروب اینمی ویروس طفل مصاب بسازه که من گفتم که بعد از او اگر ما اگر واکسین کنیم هیچ اهمیت نداره. پس چی خوب است که ما واکسین در وقتش به زمانش و چون یک چیز است که واکسین بدون فی است، پول کس پرداخت نمیکنه و از طرف وزارت صحت عامه اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان فراهم شده، از طرف دنیا فراهم شده به شکل رایگان. پس چی خوب است که فامیلای محترم این اونوالا را با وقت و زمانشان واکسین کنن. بسیار خوبیش است که در همه مراکز صحی در دسترس هست، همه خانواده میتونن دسترسی پیدا کنن. در هر کلینیکی که اوج وزارت صحت عامه کلینیک های مختلف است در بله. نواحی میتونن که این مهم نیست که مثلا در یک شفاخانه بسیار نامدار برن اونجا واکسین بدن. دامو جامونم و کسایی که از بخش واکسیناسیون هستن کارمندای وزارت صحت عامه هستن دامو شفاخانه. پس چه خوب است که در اون محله که زندگی میکنن در اون کلینیک در هر کنج افغانستان در هر نقطه افغانستان موجود است، خصوصا در کمپاین هایی که بر واکسین پولیو میشه به خاطر ضد پولیو که یک کمپاین ملی است و خواهش ممی است از والدین که باید اطفال خود واکسین کنن که بسیار ارزش حیاتی دارن. یقینا تشکر از شما دکتر صاحب. زمانی که یک نوزاد ما تطبیق میکنیم واکسین، خب یک سری تغییراتی ایجاد میشه. اولین تغییرش هستش که خب یک بیقراری و نارامی دارم،
در واقع احساس میشه که درد احساس میکنه در همون قسمتی که واکسین شده و تب هم داره. 3 دقیقه فرصت داریم در مورد صحبت بکنین که مادرای عزیز بعضی که نوزاد خودشون واکسین میکنن چه مراقبت هایی رو باید انجام بدن. چیزی رو ما میخوایم واضح بگیم که کدام چیز مهم نیست، نگرانی باید اصلا نداشته باشن و این بسیار گذری است. از 1 روز تا 3 روز بعضن تا 6 روز این حالت که مثلا اندازه تب نارامی این موجود می باشه که ما می توانیم با یک قطره استامینوفن یا پاراستامول می توانیم که به طفلها در این قسمت کمک شود. با در فرمولا می توانیم که از استامینوفن، از قطره و شربت پاراستامول استفاده کنن و یک چیزی که از که یه گذری است و بسیار در وقت یکی 2 روزی برطرف میشه. بله. هیچ مشکل نیست و کدام مشکلی و این دلیل از اینکه چرا تر میشه و دلیل داره چون در گفتیم که سیستم معافیت است. سیستم معافیت در وجود بعضا مواد است که به نام سایتوکین اونا مواد التهابی هستند که اونا در وجود افراز میشن و بالاخره سیستم دفاعی داخل عمل میشه، التهاب باوجود میاد و از جمله مشکلات که التهاب باوجود میاره نارامی، درد و تب است که این باز وقتی که خود این پروسه تکمیل میشه به خودی خود از بین میره بدون کدام مداخله. یعنی مشکل ایجاد نمیکنه قطعا. در مورد کودکانی که خیلی اگر تب شدید داشته باشن چی؟ خب بعضا بسیار در مواقع بسیار استثنایی اگر تو یک مشکل پیدا میشه که بسیار تب شدید خدا نخواسته حمله پیدا میکنن باید در نزدیکترین مرکزی مراجعه کنن که دکتر صاحبایی که متخصص اطفال هستن یا دکتر صاحبایی که در قسمت مسئولیت دارن برشان رسیدگی کنن. بسیار خب، یعنی که جای نگرانی نیست بسیار در فیصدی بسیار کم، مثلا اگه بگیم در 1% شاید یک اختلالات جدی با وجود بیاد، در غیر از او 99% مشکل چیز ندارد. بسیار خب، فرصت هم شما پایان رسید دکتر صاحب، صحبت آخری شما رو بشنوید. پیام همی است به تمام والدین، خصوصا مادرهای عزیز که در قسمت چون وقایع بهتر از معالجه است باید بسیار توجه کنند در قسمت واکسین اطفالشان. به هر وسیله که میشه باید اطفال خود و مراکزی که به خاطر واکسیناسیون در هر کنج افغانستان موجود است اطفال نظری نببرن، برشان واکسیناشان رو تطبیق کنن که شوه که در آینده یک انسان سالم به جامعه تقدیم کنن. تشکر میکنم شما دکتر صاحب نیازی، تشکر از شما، موفق و معید باشین. تشکر از حضور شما، موفق باشین.